خبر کوتاه بود. ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF که 30 سال پیش برای مبارزه با موضوع پولشویی ایجاد شد، دوباره نام ایران را در فهرست سیاه قرار داد. سال 1989 بود که گروه 7 نهادی برای مبارزه با پولشویی راه اندازی کرد و حالا جمعی از کشورهای جهان در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قانون گذاری می کنند. سال 2016 وقتی توافق هسته‌ای صورت گرفت، FATF نام ایران را از فهرست سیاه به فهرست خاکستری منتقل کرد. اما ترامپ بیش از یک سال پیش از توافق هسته‌ای یا برجام بیرون آمد و دوباره تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. در این مدت FATF دو خواسته از ایران داشت: عضویت در کنوانسیون پالرمو و پیوستن به کنوانسیون CFT. دولت در قالب دو لایحه مسئله پیوستن به این کنوانسیون ها را مطرح کرد، اما برخی از مخالفان دولت ادعا می کردند پذیرش این کنوانسیون ها یعنی قرار گرفتن زیر ذره‌بین قدرت های غربی. FATF تا روز جمعه دوم اسفند ماه به ایران فرصت داده بود تا به این دو کنوانسیون ملحق شود، اما در حالی که 188 کشور دنیا این دو کنوانسیون را به اجرا گذاشتند، ایران تکلیف خود را در این زمینه مشخص نکرد و بحث عضویت در FATF به جای اینکه به عنوان یک مسئله ملی مورد بررسی قرار بگیرد، با انگیزه های سیاسی به یک ابزار برای دعواهای جناحی تبدیل شد و در نهایت این کارگروه دوباره نام ایران را به فهرست سیاه منتقل کرد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره FATF میگوید: اما چیزی که اتفاق میفته و یه نگرانی مطرح میشه اینه که خب از ما اطلاعات میخوان. وقتی یه معامله مشکوک به نظر میاد توی بانک، بهش میگن یک ترانزکشن بانکی، یه معامله عملیات بانکی مشکوک به نظر میاد، به ما نامه مینویسن، از ما اطلاعات میخوان اگر به این معاهدات بپیوندیم. یه کشوری میگه من شک دارم این معامله مربوط به پولشویی باشه. من این نکته بسیار مهم میخوام بگم. ببینید، در فرض الحاق یا عدم الحاق، هر دو بی هیچ تردیدی، اگر یک معامله مشکوکی تلقی بشه، در تمام بانک های خارجی که تو مبادلات بین المللی ما، چه شعب ما باشن چه بانک های دیگر باشن، ورود دادن، چون همه کشورها عضو هستند و متعهدن، این سوال و این درخواست اطلاعات اتفاق خواهد افتاد. حالا پرسش این است که چه اتفاقی برای ایران می افتد؟ کارشناسان انتظار دارند این اقدام اثر تحریم ها را مضاعف کند و به باری بر دوش اقتصاد تبدیل شود. کشورهای اروپایی که تاکنون از ایران حمایت می‌کردند نیز اعلام کردند که با عدم تبعیت ایران از FATF دیگر از این کشور حمایت نخواهند کرد. عدم تصویب FATF به قیمت تحریم همه ایران تمام شده است. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند حالا گرفتار خود تحریمی شده‌ایم.